شبی آمد خدا در خواب نازم، شبی آمد خدا در خواب نازم، نشست بر من سر راز و نیازم. شرابی بود و نان سنگکی داغ، نشستیم گوشه دنج ته باغ. دو سه پیمانه و سازی و آواز، به مستی شد خدا گوینده راز. به من گفت از شما من دردمندم، بگو من با شما آخر چه کردم. چرا باید ز خود آیین درآرید، به نام من کتاب و دین بیارید؟ اینا رو خدا داره میگه به بنده هاش. چرا باید ز خود آیین درآرید، به نام من کتاب و دین بیارید؟ اگر خواهم به دنیا من نگاهم، بدان موسی و عیسی را نخواهم. چرا تیغ محمد را بجویم، اگر خواهم کسی آید به سویم؟ نه انجیل و نه تورات و نه قرآن، نبوده دفتر من ناشر آن. همه کار ریاکاران و رندان، به هر دوران ظهور این رسولان. اگر خواب زمان در دست آنان، ستون جاهلان هم پشت آنان. گهی بر من نهادن نام الله، شدم غارتگر و یاغی صحرا. گهی هم ما شدیم بابای عیسی، بشد مریم به عقد و صیغه ما. که بنده گر خدایم بی نیازم، نه پایان و نه آغاز پیازم. نماز و روزه کی خواهم زیارم، غم بر سر زدن کی بوده کارم. اگر از تن جدا کردید شما سر، چرا نعره زنید الله اکبر؟ بدان آیین من زور و جفا نیست، که این دیوانگی ها کار ما نیست. که راه من بود مهر و سعادت، کجا راه جهاد است و شهادت؟ خدا را کی سرا و خانه باید، خدا را کی سرا و خانه باشد، کنشت و کعبه و بتخانه باشد. غلط کردم که آدم آفریدم، به جان مادرم دیگر بریدم. سکوتی بود از دور ناله زاغ، خدا و من نشسته کنجه باغ، خدا و من نشسته گوشه باغ. به خود گفتم عجب، پس این خدا بود. ندانستم چه با من آشنا بود. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان ارجمند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. بسیاری از بینندگان گفتن که شما این بخش سخنان بزرگانتون رو هم ادامه بدید و این رو از ما نگیرید. بسیار خوب، منتها هر سخنی رو که من میگیم نمیتونیم بلافاصله نام گویندش رو بگیم، برای اینکه این داستان رشته سر دراز داره. خردمندان دانشگاه میسازند و واپسگرایان
مدرسه های دینی. خردمندان دانشگاه می سازند و واپسگرایان مدرسه دینی. مدرک شناخت و بزرگواری آدمی ها دین آنها نیست، بلکه آدمیگری آنهاست. آدم بزرگوار رو به خاطر وظیفه‌ای که دارد می‌شناسند و آدم بزرگوار وظیفه را برای وظیفه انجام می‌دهد، نه به خاطر پاداش. انقلاب سبب فرو ریختگی و هرج و مرج است. این فرو ریختگی و هرج و مرج در رژیم است که باعث انقلاب می‌شود. بزرگترین ضربه‌ای که به دین زده شد زمانی بود که تقلید جایگزین فهم و دانش را گرفت. یعنی چی؟ من مقلد فلان آخوندم، اون آخوند خودش در دانش جهان یه پا نادانه، حالا تو میری مقلد اون میشی؟ تو ببین چقدر نفهمی. احترام ناشی از عشق بهتر از احترام ناشی از ترس. احترام ناشی از عشق بهتر است از احترام ناشی از ترس. سیستمی که دیروزمان را بهبود نبخشید به درد فردایمان هم نخواهد خورد. بزرگواری هر انسان به دین او وابسته نیست، به پاکی و بزرگواری منش او وابسته است. مرا هر قدر می‌خواهی دشمن بدار، مرا هر قدر می‌خواهی دشمن بدار، برای من همین بس که از من می‌ترسی. پیورزی دینی است که بندگان خدا را از یکدیگر جدا می کند. خدایی که آفریننده همگان است. پیورزی دینی است که به یک نادان کوردل سلاح می دهد تا گروهی زن و کودک بیگناه را بکشد. کسی که به دیگری رشک می برد دلیل آن است که به برتری او معترف است. دویدن ممکن است نتواند آدمی را سر وقت به مقصد برساند. مهم آن است که سر وقت راه بیفتی. ممکن است تولد و مرگمان دست خودمان نباشد، اما چگونگی زندگی کردنمان تا اندازه زیادی دست خودمان است. از دوست ارجمندم آقای وارتان خواهش میکنم آگهی رو پخش بکنن تا بریم به دنباله برنامه برسیم. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد تا
تک و تاخت مغول به ایران. امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. بینندگان عزیزمند، بیگمان نام ایرانی دلاور، نکته سنج، لطیفگو آقای عالی پیام رو شنیدید. یک بارم گرفتنش، بردنش بازجویی کردن، به یک سال زندان هم محکوم شد. اون یک سال زندان رو هم مثل که تعلیقی نگه داشتن که مثل اون شمشیر دموکلاس هر زمان که خواستن بزنن توی سر آقای عالی پیام. خب کسی رو باید ترسوند که اهل ترسیدن باشه. میگه آمد ترش ترش، یعنی بد. آمد ترش ترش، یعنی بس او پندارد که من بترسم ز اساس. آن مرغ دلی که نیست در بند قفس، او را تو مترسان که نترسد از کس. آقای عالی پیام هم از همون آدم ها و انسان های نترس. قطعه ای را که هم اکنون براتون میگم یکی از آخرین قطعه هاشه و زمانی که میگه دقت کنید، نکته های ظریفی در اون هست در مقایسه میان رژیم پیشین و این آش شلمشوروایی که به نام جمهوری آخوندی هست و به نام حکومت بر سر ملت بدبخت ایران گذاشتن. میریم با هم مینگریم. آقای وارتان لطف کنید پخش کنید. شعری که تقدیم میکنم به نام دهه فجر. چنجوری نگام کنیم؟ دهه فجر دیگه. کودکان عزیز ایرانی، بچه های قشنگ مامانی، چار زانو نشسته گوش دهید به سعی کهنه را به سبک جدید. 30-40 سال پیشتر از ما در زمان پدر بزرگ شما بود یک شاه ظالم خودسر، زیر پاهای او حقوق بشر. هرچه می گفت وحی منزل بود، منطق او فقط مسلسل بود. ارتشی ها و مجلس و دولت تحت امر همان قدر قدرت. دادگاه دادگستری قاضی، چون عروسان خیمه شب بازی، نخشان دست شاه بود همه، باعث قاه قاه بود همه. پاسخ اعتراض زندان بود، چوب و شلاق وین و دژبان بود. هر رقم انتقاد از حکام، معنیش بود دشمنی نظام. در نظامی که شاه حاکم بود، تک صدایی محض قائم بود. جز یکی حزب ها همه بسته، آن یکی هم به شاه وابسته. تلویزیون و رادیو به دروغ، خبر خالی و چخان در بوق، تیغ سانسور بود و مطبوعات، چوبه دار بود و منتقدات. داد چون راز چند مجهولی، دزدی و اختلاس معمولی. پول نفت و معادن دولت، راندهای کلان با لذت، فک و فامیل شاه می‌خوردند.
جنرال های شاه می بردند. ملتی زیر خط ناداری، پول ها جیب اهل درباری. اعتیاد به شیشه و هروئین بین نسل جوان بیا و ببین. کاسه صبر ملتی لبریز، یا علی گفت و بعد با یک خیز انقلابی نمود جانانه، شورشی کرد قهرمانانه، تا مگر ظلم ریشه‌کن گردد، تا مگر این وطن وطن گردد. بهمنت پر زیاس و پوپک باد، دهه فجرتان مبارک باد. شیخ این شعر خواند و با من گفت، خوب گفتی ولی نیرزد مفت، این که اوضاع این زمان باشد، یک به یک شرح حال من باشد. خواستی تا بگو یه حالو، باز هم دور دور آن یارو، همه برپا و انقلاب کنید، خانه ظلم را خراب کنید. گفتمش من به گور خود خندم، به چنان انقلاب دل بندم. انقلابی که مزرعش گس بود، بهر 70 نسل من بس بود. گفت پس از چه روی بی وجدان، دیده این نیمه خالی لیوان. حالوی ضد انقلاب ببو، خانده ای قصه یک کنیز و کدو. هر کی بلد نیست از آقای لواسمی بخواد. این همه پیشرفت و دستاورد، توی شعرت گم است ای نامرد. گفتمش یک به یک بگو، تا من توی شعرم بیاورم حتما. گفت تو خود مگر نمیبینی، شهدایی مثال آوینی، یا هزاران شهید پاک مزار، طبق آمار ما 200,000، همشان برکت وطن هستند، همشان در بهشت سرمستند. گفتم آقا تو ناکتاب شدی یا مگر ضد انقلاب شدی؟ آن که گوید وطن شده ویران، جایش آباد هرچه قبرستان. گفت بنویسین همه جاده، این همه پل تونل شد آماده، این همه کارخانه دانشگاه، این همه پارک خانه، این همه راه. گفتم ای شیخ معذرت خواهم، وسط حرفتان اگر آیم. همه اینها که گفته ای یک سر هست، اگر پیش رفته یک کشور، پس چرا منکر رضا شاهید؟ نام او را نهاده ای پلید. او همین چیزهای خوب و قشنگ، ساخت با اسب و چرخ و بیل و کلنگ. گفت اصلا ولش کن این اقلام، هست دعوای ما سر اسلام. شاه پرکینه با تمام وجود، از چه با دین من مخالف بود؟ دین اسلام بود در خفقان، علمای بزرگ در زندان. دیدم او را در اشتباه از بیخ، پاک بیگانه است با تاریخ. گفتمش خیر حضرت آقا، وحشت شاه بود از چپها، روسیه بیخ گوش ایران بود، نگرانی شاه از ایشان بود. در مسافه عقیده کمونیست، غیر از اسلام حربه ای کو نیست. گفت این هم ولش، بگو اصلا هست یادت به کوچه و برزن، در همه جای شهر پر آشوب، بود دکان عرضه مشروب. شیشه شیشه خریده می بردند، یا همون جا نشسته می خوردند. گفتمش فکر کرده ای الکل، ریشه‌کن گشته این زمان بالکل. آن زمان بود خارجی علنی، این زمان شد یواشکی وطنی. آن زمان آبجو و یا مشروب، قیمتش فیکس و جنس آن مرغوب. آن زمان آبجو و یا مشروب، قیمتش فیکس و جنس آن مرغوب. حال ویسکی، عرقسگی، شیواز، ابسولوت، جانی واکر و شیراز، همه قلابی و فراوان است، قیمتش هم 2 یا 3 چندان است. گفت کاباره ها به یادت نیست؟
رقص پتیاره ها به یادت نیست؟ گفتم ای شیخ توی خانه شده، علنی بود مخفیانه شده. رقص و دانس و شراب و موسیقی هست اما بدون تبلیغی. توی پارکینگ رفت و روب کنن، همه شب بزن بکوب. گفت این چادر و حجاب زنان حاصل انقلاب ماست، بدان. گفتمش کو حجاب کو چادر، بعد 40 سال میکنی دور دور بر اسید و چماق پابندی، از چه چشمان خیش میبندی؟ گفت اگر بگذریم از تحریم ما انرژی هسته‌ای داریم. گفتمش نوش جان تانه شیخ، پاک باشد روان تانه شیخ، از چنین انقلاب و دستاورد بوی حلوا بیاید و شل زرد. خب ولی آخوند که از رو نمیره، که آخوند از رو نمیره. به هر روی میپردازیم به تاریخ و شرح واپسین شب زندگی نادر، یک روشنگری کوچکی بکنم برای کسانی که یادشون رفته. 4 تن از نزدیکان نادر به نام موسی بیک، صالح بیک، محمد قلی خان با قوچه بیک که افسر نگهبان ارشد اون شب بودن، تصمیم میگیرن که نادر رو بکشن، چون نادر بو برده بود که اینها با علی قلی خان برادرزادش که علیه او سر بلند کرده ارتباط دارن. و یکی از اشتباهات نادر این بود که در سر میز، در سر سفره شام اون شب تهدید کرد و گفت من فردا شما رو همه تونو میکشم، مگر اینکه، حالا البته اینجا رو یه خورده زرنگی کرد، که علی قلی خان پیدا شه، در این صورت از گناهتون میگذرم، وگرنه دست کم کورتون میکنم. اینا اومدن و نشستن با هم بعد از دیدن علی قلی خان که اومده بود در بیرون اردو در پنهانی لبه یک چشمه اینها رو دید. اینا اومدن تو چادر صالح بیک، اینا هر کدومشون از نزدیکان نادر بودن، یکشون رئیس گارد سواران نادر بود، یکشون رئیس گارد داخلی حرمسرا بود و یکشون هم که همون قوچه بیک بود که افسر نگهبان اون شب بود. قوچه بیک میگه آیا خیال نمی کنید که نادر زودتر از این از موضوع آگاه شده بود و خشم او از همین آگاهی ریشه گرفته بود؟ صالح بگو نه جانم، تو که در چادر سفره خانه نبودی، ما بودیم. او یه چیزهایی شنیده ولی برای او هنوز قطعی نیست، چون نادر مردیست که نمیتونه چیزی رو در درون خودش نگه داره و اگر از برنامه آگاه باشه مسلماً واکنششون میده و دست کم دستور زندانیه اون اشخاص رو صادر میکنه. قوچه بیک میگه به هر حال نادر میدونه که علی قلی میرزا هم اکنون در این نزدیکی هاست. موسی بیک میگه نه اینطور نیست، این رو هم نمیدونه، برای اینکه اگر میدونست هم اکنون 200 تا 300 تا سرباز یا گارد بسیار نیرومند و سریع رو میفرستاد و دستگیرش میکرد و گرداگرد اردو رو بررسی میکرد. اما به او خبر دادن که وی رو در مشهد دیدن و نادر نیز با آگاهی از اینکه ممکنه کسانی با او رابطه داشته باشن امشب تهدید کرد که اونها رو دست کم کور خواهد کرد. قوچه بیک پرسید چه موقعی نادری؟ حالا همه حرفا رو در چادر صالح بیک میزنن، ساعت هم نزدیک 10 شبه.
قاچه بیگ گفت چه موقعی نادر این سخنان رو گفت؟ موسی بیگ پاسخ داد که سر سفره شام، همین نیم ساعت پیش در چادر سفره خانه. قاچه بیگ فکری کرد و گفت آیا دیگر درباریان هم در آنجا بودند و سخن نادر رو شنیدند که گفت در صورت پیدا نشدن علی قلی میرزا همه اونها رو کور خواهد کرد و گفت همه تان خائن هستید؟ صالح بیگ سری تکون میده میگه بله همه شنیدم، به همین علت همه درباریان امشب بر جان خود بیمناکم و من مطمئنم که امشب هیچ یک از اونها خواب آسوده‌ای نخواهد داشت. بنابراین ما میتوانیم برخی از اونها را که نترستر و دلیرتر هستند با خودمون همداستان و همراه کنیم. ناگهان موسی بیگ گفت نه این کار بسیار بسیار خطرناکه و دور از خیراندیش، دور از خرد و دوراندیشیه، زیرا ترس از نادر سبب میشه که برای رهایی از مجازات احتمالی همین امشب برن ما رو لو بدن اگه خبردار شد، فردا بامداد همه ما را زنده زنده در آتش میسوزانن. محمد قلی خان گفت من هم با موسی بیگ موافقم، هیچ کس جز ما چهار نفر نباید بداند که ما امشب چه میخواهیم بکنیم و هر یک از ما نیز باید درست در نیم شب فقط با دو تن از وفادارترین و شجاعترین و مطمئنترین نوکرهایمان در همین چادر بیان حضور پیدا کنند. موسی بیگ گفت به نوکرانمان چه بگوییم؟ بگوییم میخواییم نادر را بکشی؟ صالح بیگ گفت نه، ولی تا یک ساعت دیگر در این اردوگاه کسی نیست که نداند علی قلی میرزا را در مشهد دیده اند، چون هنگامی که پیک ویژه فرماندار مشهد رو از نزد نادر بیرون آوردند برخی از درباریان و نزدیکان دورش را گرفتند و از مسئله آگاه شدند و گوش به گوش و دهان به دهان این خبر پخش شد. بنابراین تا یک ساعت دیگر در این اردوگاه کسی نیست که نداند علی قلی خان در همین نزدیکی هاست. موسی بیگ گفت ما باید به نوکران خودمون بگوییم که علی قلی میرزا وارد اردوگاه شده و نادر رو حبس کرده و در چادر نادر اقامت کرده و ما میرویم که او رو به قتل برسانیم و نادر رو آزاد کنیم. یعنی گفت چون همه فهمیدن که علی قلی خان نزدیکه ما این رو بگیم این دوتا سرباز یا نوکری رو که ما میاریم باور میکنن حرفمون. محمد قلی خان خندید و گفت تو خیال میکنی که نوکران ما اینقدر احمقن که دروغ به این بزرگی و مسخره ای رو باور کنن؟ موسی بیگ گفت ما اگر در این ساعت این سخنان را به نوکرانان بگوییم باور نخواهند کرد، ولی پس از اینکه در اردوگاه همه آگاه شدند که علی قلی خان از سیستان بیرون آمده و او را در مشهد دیدند و نوکران ما با این فکر و با این آگاهی بخوابند، بنابراین پس از نیمه شب که ما اونها رو از خواب بیدار میکنیم و به اینجا میآوریم و بهشون بگوییم که علی قلی خان سرزده وارد اردوگاه شده و چون برادرزاده حضرت نادر کسی هم جلوی او رو نگرفته او رفته و در خوابگاه نادر رو زندانی کرده و ما باید بریم و او رو برهانیم، در این صورت نوکران ما حرف ما رو باور میکنه. و بعد پس از اینکه وارد خیمه‌گاه شدیم به اونها بگیم هر کس رو که دیدید بکشید و اطمینان داشته باشید که علی قلی خان و همدستان او رو دارید میکشید. خب این حرف احمقانه بود، برای اینکه اصل مسئله نیست که اون تو نادر رو میبینن دیگه. خب وقتی نادر رو میبینن مسلما میفهمن که اینا دارن دروغ میگن، اما خب البته دیگه دیر شده، اگه اون موقع ببینن
قلتک سرنوشت در سرازیری افتاده. بعد سه تا دوست همدیگر رو نگاه کردن، ساعتی خاموش موندن، روی پیشنهاد مسابق فکر کردن، اندک اندک مخالفتشان به بی تصمیمی دگرگون شد و به اون شدت دیگه مخالفت نمی کردن. حتی رفته رفته گفتن بله چنین کاری میشه کرد. قوچه بیگ گفت خب حالا باید گام به گام برنامه ورود به خوابگاه نادر رو برای شما شرح بدم، چون از حالا به بعد مسئله دست من خواهد بود که افسر نگهبان خوابگاه نادرم. بعد هر چهار تن نشستند و به بررسی و رایزنی و شنیدن نقشه قوچه‌بیک پرداختند. هر چهار تن سرها رو نزدیک یکدیگر آورده بودند و گرد یک شمع فروزان که وسط چادر بود سخن میگفتند. مخصوصا طوری نشسته بودند که فاصله شون از دیوارهای چادر یک اندازه باشه، نزدیک نباشه که اگر کسی احیانا از اونجا رد شد چیزی رو بشنفه. بررسی ها آغاز میشه، برنامه کار رو اونجور تنظیم میکنن که اون چهار نفر و نوکرانشون همونطور که علی قلی خان تعیین کرده بود با راهنمایی قوچه‌بیک خود رو به پشت خوابگاه نادر میرسونن. البته در اونجا یکی دوبار این گارد ها نگهبان ها اینها دیدن، ولی خب چون قوچه‌بیک رو میشناختن که افسر نگهبانه، در ضمن این سه نفر دیگه موسابیک محمد قلی خان و صالح بیک همشون از نامداران و فرماندهان درباری بودن، بنابراین تعجبی نمی کردن اگه اینا میرن. فوقشون چهار پنج نفر نوکرار هم که میدن خیال میکردن که اینا یا الان همراه اربابانشون دارن میرن برای یه کاری و یا اینکه مثلا اینها رو میخوان ببرن زندانیشون کنن. از اینا به هر حال مشکوک نمی شدن، برای اینکه تمام اون کسانی که اون شب دیده میشد کارتی داشتن، یعنی اصطلاحاً میگم کارت داشتن که کسی مزاحمشون نمیشد و ایجاد شک نمیکرد. خب برنامه این است که از این سطح‌ها که گذشتن وقتی رسیدن به پشت چادر نادر، هر یک از این چهار تن یعنی قوچه‌بیک، موسی، من مخصوصاً اینا رو تکرار میکنم که اسما در خاطرتون بمونه چون بعدن خیلی به این مسئله برمیخوریم، قوچه‌بیک، صالح بیک، موسی بیک و محمد قلی خان همه افشار بودن از تیره نادر. تیره بودن در گذشته در 2300 سال پیش از همخیش بودن و همخانواده بودن خیلی نزدیکتر بود و این شگفت‌آوره که یه آدمی رو از تیره افشار چهار تن بکشن که هر چهار تنشون از تیره افشار بودن. به هر روی یکی از حالا داشتن شهر بیدن میگفتن وقتی که به پشت چادر نادر رسیدیم یکی از چهار نگهبان رو که در چهار سوی چادر نگهبانی کشیک میده با یک ضربه دشنه به گلوی او باید او بگه. یعنی این چهارتا همه را حالا توضیح میده که من هر کدوم از این نگهبان ها را دست دو نفر از خودمون میسپرم، چون نوکران ما نمیتونند چهار تن نگهبانی رو که به برگزیدن از آدم های برگزیده و رنجری از گارد بودن، یه دو تا نوکر بی سواده نمیدونم روستایی و دهگان بتونه بکشه، به طوری هم بکشه که صدا ازش بلند نشه، چون خواب نادر بسیار خواب سبکی بوده. جنگ افزاری رو که این چهار تن برای انجام کار خودشون برگزیده بودند شمشیر و کارد بود و با هم توافق کرده بودند که جنگ افزار دیگری مانند تپانچه و تفنگ و تبرزین با خودشون بر ندارن
چون هم سنگین است و هم تولید صدا میکنه. دیگر افراد گارد شاهی و سربازان و سرداران و اردو را این صدا ممکن بود اگر شلیک بشه بیدار کنه. صالح بک وقتی این مسئله را شنید سری تکون داد و گفت امشب ما نه تنها با سر خود بازی میکنیم، بلکه با جان و هستی زن و فرزند و خانواده خودمونم به قمار نشستیم، چون اگر در برنامه خودمون موفق نشیم، علاوه بر اینکه نادر ما رو به بدترین شیوه خواهد کشت، زن و فرزندانمان را نیز بیدرنگ نابود خواهد کرد تا دیگر از ما نسلی باقی نماند. و واقعا اینطور بود. من یکی از رفتارهای بد بزرگان و شاهان و فرمانداران قدیم این بود که وقتی به یک کسی خشم می‌گرفتن دستور می‌دادن خانواده او رو هم نابود کنن، همینطور که حالا بعد خواهیم دید علی قلی خان این کار رو می‌کنه. و اون بدبخت ها خانواده چه گناهی کردن روشن نیست. به هر حال قوچه بیک میگه در این باره تردیدی وجود نداره که اگر موفق نشیم همه ما و خانواده‌مون کشته میشه، اما هر کس که طالب بزرگی و سروری و رهایی است و ضمناً اونطور که آقای علی قلی میرزا گفتن آنچه از ثروت نادر مونده میونه ما پخش خواهد شد، بنابراین ما این ریسک رو میکنیم، نتیجه اون صرف تا بی نهایت. اگر موفق نشیم همه از میان میریم، ولی اگر موفق شیم نسل های بعد از ما هم به راحتی زندگی خواهند کرد از پولی که بهشون خواهد رسید. قوچه‌بیک گفت بله کاملا درسته. بنابراین به نظر من، با نظر من موافق هستید یا نه؟ در این موقع صالح بیک بلند میشه، میره به گوشه خیمه، از درون یک جعبه چوبی مخمل کاری شده قرآنی رو بیرون میاره و به جمع ستن دیگر میپیونده و میگه ما نمیتونیم هر نیم ساعت به نیم ساعت با قوچه‌بیک برویم بر سر نگهبانان، یعنی قوچه‌بیک ناگزیر تنها بره. بر این پایه برای اینکه از این آدم مطمئن بشیم از اون میخواییم که دست روی قرآن بگذاره، سوگند یاد کنه که نه به طور شفاهی، نه کتبی، نه با اشاره راز میان ما رو برای کسی فاش نکنه. و نادر و اطرافیان او و نگهبانان و دیگران را از نقشه ما آگاه نکنه. اگر برخلاف سوگند خود رفتار کرد، خود و خانواده و فرزندانش تا روزی که نسلی از او باقی است ملعون خداوند و رسول او باشند و هرگز روی خوش نبینند. این را گفت و قرآن را گشود و جلوی قوچه‌بیک گذاشت. قوچه‌بیک بیدرنگ دست راست خودش روی برگ قرآن نهاد و همان گونه که صالح بیک گفته بود سوگند یاد کرد و گفت این مرد، یعنی نادر، این مرد برادرم را کشته و من کینه او را به دل دارم و داشتم و دارم و پیوسته منتظر فرصتی بودم که بتوانم انتقام خون برادرم را از او بگیرم. آنگاه دست خود را از روی قرآن برداشت و گفت من اگر سوگند هم نمی خوردم به شما خیانت نمی کردم. پس از رفتن او اینو میگه و بلند میشه میره، چون اون باید هر یرو به یرو یا نیم ساعت به نیم ساعت بره به گارد محافظ شب، به ویژه گارد خوابگاه نادر سر بزنه. بعد از رفتن او موسی بیک و محمد بیک و صالح بیک از هم جدا میشن و هر کدام به سوی چادرهای خود میرن و قرار میشه که درست نیم ساعت،
یعنی ساعت نیم شب، چون حالا فرض کنید ده گذشته بود، ساعت ده نیم شب هر سه نفر به چادر صالح بیگ بازگردند و حرکت را آغاز کنند. ساعت ده و نیم پس از نیم روز شنبه 14 جمادی الثانی 1160 هجری قمری بود، برابر با 20 جون 1747 ترسایی و 30 خرداد 1126 خورشیدی. پهنه اردوگاه رو خاموشی ویژه‌ای فرا گرفته بود. گویی دل زمان نیز از بیم رخدادی خونبار و هراس‌انگیز در سینه می‌تپید. اما آوایی از هیچ جا بر نمی‌خواست. با نگرش به اینکه بهار هنوز پایان نیافته بود، هوای خنک و دلچسبی از سوی شمال می‌وزید. آسمان صاف و ماه شب 14 پهنه دشت و اردوگاه رو گردی سیمین پاشیده بود. شهر قوچان هنوز در آتش می‌سوخت و دود آن بخشی از افق رو تیره کرده بود. قوچبک که میباید تا بامداد بیدار باشد به چادر خود رفت، حتی یک بار دراز نکشید، ولی ستن دیگر به چادرهای خود رفتند و همان گونه با رختهای رسمی خود در رخت خوابهایشان افتادند، ولی دلهوره و تشویش کشنده سراپای هر ستن را فرا گرفته و مانع از آن شده بود که به خواب روند. صالح بیگ تا نیم شب که میبایست دو تن از نوکران دلاور صمیمی خود رو بیدار کنه، یک دم چشم بر هم نگذارد و گهگاه ساعت جیبی خود رو مینگریست تا مبادا دیر شود. من در این زمان نکته رو بگم، زمانی که من این کتاب رو در پاورقی روزنامه صبح ایران که سردبیرش بودم می نوشتم، برخی ایرادهای جالبی گرفته، از جمله یکی پرسیده بود آقا نادر چی میخورد اون زمان که چایی به ایران نیامده بود. چایی نیامده بود، چایی زمان ناصرالدین شاه و محمد شاه پدر ناصرالدین شاه اومد به ایران، ولی نادر عاشق قهوه بود، قهوه زیاد میخورد. بنابراین پاسخ این دارم. یکی پرسید آقا شما میگید ساعت فلان ساعت فلان، اون زمان که ساعت اختراع نشده بود. پاسخ دادم عزیز من، ساعت 500 سال اختراع شده، ولی 200 سال پیش، 250 سال پیش، همون موقعی که ما داریم شرحشو میدیم، نمونه هایی از اینها اومد به ایران و خیلی عجیب بود که حالا من یه خود توضیح براتون خواهم داد در اون موقع. و در نتیجه بزرگان درباری اینها ساعتهای البته بزرگ، مثلا ساعت جیبیشون، مچی که نداشتن، جیبی یا پیش بخاریشون خیلی بزرگ بود و به هر حال ساعت شناخته شده بوده. تاریخچه ساعت رو اگر برید بخونید میبینید که در اون زمان ساعت ناشناخته نبوده. به هر روی صالح بیگ تا نیم شب که باید اون دو نفر دیگه از دوستان خودشون بیان، میره خودش و دو تن از نوکران دلاور صمیمی خودشو بیدار میکنه و گهگاه هم ساعت جیبی خودشو نگاه میکرده تا مبادا دیر بشه. گهگاه قرآن رو میگشود، در روشنایی چراغ لاله برگی چند از اون رو میخوند و چشم راه دوستان دیگر خود بود. او برای تسکین دلهوره و نگرانی به قرآن پناه برده بود و با خواندن آیه های از آن میکوشید که خودش رو آرام کنه. سرانجام عقربه های ساعت جیبی صالح بیگ روی شماره
6 قرار گرفت. چرا رو شماره 6؟ من براتون در موقعی که راجع به نوروز و اینها بود صحبت کردم، زمانی که ساعت به ایران اومد، این ایرانی ها راه بهتری رو پیدا کردن، یعنی 6 بامداد روز آغاز می شد. 5:59 و 59 ثانیه شب تموم می شد، 6 می گفتن روز شروع شد. در نتیجه وقتی 6 بامداد روز شروع می شد، سحر می شد، 12 بامداد که ظهر بود، ببخشید، به بحثی که 6 امروزی می شد، اون موقع 12 که تمام می شد، 1 یعنی 12:01 روز آغاز می شد. بنابراین روز از 12:01 بامداد آغاز می شد، می اومد تا 6 ساعت از اون گذشته. ساعت 6 رو می گفتن ظهر. باز 7 و 8 و 9 و 10 تا 11 12 که می شد غروب می شد. این سیستم رو می گفتن ایرانی کوک. ایرانی ها می گفتن ایرانی کوک، برعکس اروپایی ها. اروپایی ها ساعت صبحشون ساعت 6 بود، ایرانی ها 1 بود 0 بود که بعد می شد، اونا 6 بود. 12شون ظهر بود، 6 بعد از ظهر غروب تموم می شد، تازه ادامه داشت تا نیم شب. از نیم شب به بعد می گفتن حالا روز عوض شده، اونو می گفتن فرنگی کوک. زمانی که رضا شاه پادشاه میشه، دستور میده ساعت ایرانی هم ساعت‌های فرنگی کوک بشه. چرا؟ برای اینکه ارتباط داشتن با اروپا و کشورهای غربی. بنابراین با این 6 ساعت اختلاف، غیر از این باید اختلاف افقی هم که داشتن، به هم ریختگی فراوانی بود. دستور داده شد که بر پایه فرنگی کوک ایرانی ها کار کنن. ولی اون شب زمان نادرشاه هنوز ایرانی کوک بود، بنابراین ساعت 6 یعنی نصف شب. وقتی که روی شماره 6 قرار گرفت و نشون میداد یعنی 12 نصف شبه، صالح بیک ساعت شو میذاره تو جیب خودش و قرآن رو که جلوش نهاده شده بود میبوسه، برمیخیزه، از چادر بیرون میره به سراغ نوکرهاش که بیرون وایساده بودن و اون دوتنی که مورد اعتماد انتخاب کرده بود، در حالی که خوابالود و شگفت زده بودند، به بیدارشون میکنه و اینها را هم بیرون چادر باز میگه باشین دیگه نخوابین الان کارتون. به هر روی به این نوکرا اون موقع میگه، میگه علی قلی خان وارد اردوگاه شده، نادر رو غافلگیر کرده، در چادر زندانی کرده تا بامداد او رو بکشه و خود به جایش بنشینه. ما میخواهیم بیان که کسی گرفتار آگاه بشه، بریم و علی قلی خان رو غافلگیر کنیم و بکشیم و قبله عالم رو آزاد کنیم. من فکر میکنم زمان ما در اینجا به پایان رسید. آقای وارتان چقدر مونده؟ بس که تمام شده. بله، دنباله این داستان رو که هنوز دوستان میگن پس هنوز نادر نمرده، این رو میذاریم برای هفته آینده و داستان جالبی است، برای اینکه سالها و سالها کوشیده بودن که نگن نادر چطور کشته شد، ولی بعد از اینکه رژیم عوض شد، بسیاری از تاریخ نویسا مطالبی که نوشته بودن ورودش به ایران آزاد میشه و معلوم میشه که اینایی که من میگم از گفتگوی میان اینها استنساخ شده بوده و نشون میده که چجور نادر کشته شد.
با سپاس از شما که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادید، با سپاس از وارتان ارجمند که در اتاق فرمان فعالیت میکنه، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.